اگرچه کس از شنیدن ترانه مذکور موضوع تنهایی را حس میکند، اما آوازخوان دوست داشتنی لالا عزیزوا آن را به خاطر رسیدن به قدر عشق و وفاداری و محبت اصیل سرایده بود. ترانه ویرلی زبان ها گشته آوازخوان را محبوب تر گردانید. ترانه شب باران آهنگ پرویز پولادی میباشد. یک روز در انسامبل دریا مشق کرده ایستاده بودیم که ناگاه پرویز پولادی آمدند، گفتند که لالا بونو ما میخواهم که همین آهنگ شما سرایت، بعد همراه مشق کردیم. من گفتم آیلش سخن را دیدم که هم سخنی والا هم آهنگی بسیار هم و من معقول شد و من راضیگی دادم که البته می سرایم. خیلی مشق کردیم، این سرود را ثبت کردیم و نگفتن امانم که همین شبی باران وقتی که هم ثبت نمودم، بعد ثبت تلویزیونی شد و به مردم پیشکش نمودیم، گویا که مرا با مردم بود محبوبیت مرا زیادتر کرد. سرود هم خیلی عالی ثبت شده بود و هم نواری آن را رستم شوازیم بسیار هم ثبت زیبا کرده به پیشکشی مردم گردانده. پر از خواهش بود هستی پر سوزم در این ساعت، ببوسم خاک پایت را بناگه از درم آیی، ببوسم خاک پایت را بناگه از درم آیی. نشسته کنج تنهایی، دلم خون شد عزیزی من از این بیهود رهایی، از این بیهود رهایی. در اون سالا برای جوان دختری که زاده مضافاتی دوردست کشور است، روی صحنه هنر آمدن کاری چندان آسانی نبود، ولی لالا رو دعای نکی پدر قوت بخشید. هدف آوازخوان استن و هنرمند کسبی شدن و آرزوی پدر رو عملی نمودن بود. غالبیت در فستیوال آزمون جمهوری باشد، در این موفقیت رو به سوی لالای جوان کشاده کرد. در بوستون در یکی از فستیوال آزمون هایی که سالهای قبل برگزار میگردید، اونجا شما با سرودن ترانه تاجیکستان صاحب 10 خال گردیدید و من میدونم که تا با این بوستون آمدن چگونه مشکلی ها رو گذشتید. اون وقت من دانشجو بودم، در آموزشگاه موسیقی میخواندم و وقتی که بوستون شد از طرفی شهری قیرقون برآمد کردم. همون وقت در خوجان که بودم در شهری قیرقون برآمد کردم، سرودی زاده تاجیکستان که آهنگی جورابیک مرادوف بود، همین رو سرود را سرایدم و صاحبی ده خال گشتم. گویا که به صحنه هنر برآمدم با همین سرود. دانشجو بوده در خود خوجان تحصیل میکرد. بله، آموزشگاه موسیقی به نام صادرخان حافظ. بله. سمتی یعنی که درجاری خور، برای اینکه چطوری گفتم در آموزشگاه که میخواندم از طرفی آموزشگاه از شهر قیرقون برآمد کردیم، برای اینکه در ولایت آزمون ها شده اول پیشکش کردن، سرود ها را برآمد کردیم، غالب برآمدیم، بعد ما را راحت دادن به بستم. سالهایی که من به آموزشگاه خواندنی آمدم، دختران دهات ما را حتی به معلمی یا که طبیبی هم حتی نمیموندن خواندن. یگانه پدر مهربانم شادرمانم اون کس سبب شدن که من صاحب این کسب زیبای خود شدم. اون کس بسیار هم شخصی فرهنگی بودن، بسیار دوست میداشتن سرودهای کلاسیکی را، فقط میخواستن که من در آینده یک آوازخوانی برجسته شش مقام گردم. همون که سبب شدن ما را موندن، اون سالها بسیار مشکل بود برای دخترها، بسیار خشته بارو موزید بودن. مهم از همه پدر و مادر؟ مهمش همین که من با دعای پدرم، برای همین اون چی که در همین فعالیت خود بردباری ها میبینم، پیش روی ها میبینم، این ابرویی که من صاحب شدم البته این اول با دعای پدرم است.
برای اینکه اون وقت مادرم علاکه در قید حیات نبودن، لیکن پدری بزرگ بارم دعای نیک دادن و ما را چقدر نصیحت می دادن. همیشه مکتوب می نویست، اون وقتا طریق تلفنی بسیار مشکل بود، مکتوب می نویستن، فقط نصیحت می دادن دخترم نغز خوان، نغز کرد. شما در دوشنبه بودید مکتوب یا در خود خوجند می نویستن؟ نه، وقتی که با دوشنبه اومدم، بعد حتی با دوشنبه اومده مکتوب می نویستن، شما نیز جواب می نویستید؟ بله، بعد اما مکتوب ها تا هنوز پست هستن، اینای پدرم هستن تا حال، اما آنها را نگاه می دارم. فقط نگفتن که نغز خوان، نغز کرد، تو فراموش نکن که تو اهل خودمانی، تو معرفگری تمام زنهای مسیح می باشی. برای همین همیشه من دعای پدرم، نصیحت‌های پدرم همیشه با آن همان در زندگی همیشه برای خودم گویا که یک شعار بود. چون پدر گویم همیشه چشم منم می شود، از دلی آزردهام یک پاره کم می شود. یک ترنه با نام پدر سرایدید خیلی هم صمیمی، اون رو از شنیدن کس حس میکند که این خودمون دردی لاله است. البته من سرود های میسرایم که به دلم نزدیک باشن، آهنگ های مثل انتخاب میکنم وقتی که سخنی والا بسیار به حیات خود نزدیک میکنم. وقتی که به حیات خود بسیار نزدیک هست و خیلی صمیمی میبراید. بله بله و چه خیلی که من پدر که نداشتم، همون وقت سرود را ترسون مراد آتابایف سرایده این کس نفهمیدم. وقتی همین سرود را من خواندم، علاکه پدرم نبودن در حیات، همین سرود را وقتی سرایدم. من دانشجو بودم، پدرم را از دست دادم، بعدی ختمی دانشکده دوتارچی کار میکردم. پدرم علاکه در حیات نبودن وقتی من علاکه معروف شدم. فقط اون کس مرا سرودهایی با انسامبل بانوان دوتاری می سرایدم، ان همه وقت با واسطه آینه نیلگون مرا می دیدن و چقدر خرسند می شدن و بالیده می گشتن. من همون وقت ها بود، بعد همین نوارها را دیدن. بعد پدر مهربانم از دنیا رفتن، لیکن همیشه من فکر می کنم که در کجایی که باشم، سرود بخوانم، در صحنه باشم، در همیشه با دعای اون کس رو فکر می کنم که در کجا باشم دعا می تیم مرا. خود به خود پیدا شون آجنگ ها همچو پیران قامتی بالای من خم می شود. در اوله شما دیگر نفران به چی کار مشغول بودن؟ برادران، خواهران؟ برادرانم به دیگر کسب ها بودن، فقط یکانه من انتخاب کردم صنعت را. یکان پیوند شما هنرمند نیست؟ نه نه نه، دادران هم دیگر کسب ها انتخاب کردن. چمن شد تا سر تا فا، زگل گشته بهار آمده، زهر شاخه گلی اکثر قدی گل زار آمده. در شصتمین سالگرد بانوی که در صنعت موسیقی نقش سازگار دارد، برنا ایساقوا، ترانه خوانی شما را دیدیم. اونجا پس از بوستان بود؟ بعد بوستان، بعد آموزشگاه را تمام کردم، بعد به دانشکده هنرهای زیبا وقت می گفتن، از دانشگاه به صنعت و فرهنگ داخل شدم. همون وقتم با پدرم گفتن که من یک همون وقت راضی هستم که بعدی که من در آموزشگاه دریجوری خور میخوندم، گفتن که من میخواهم که تو به دانشگاه سند روی، از سرودهای کلاسیکی با خبر باشی، سرودهای کلاسیکی رو معرفی کنی. خودشان که بسیار سرودهای برنامه ساخته و با محمد یوسف را دوست میداشتن،
و گفتن که نمیسرودن تنها دوست میداشتن گوش میکردن خیلی گوش میکردن و من خوشبختانه به دانشکده هنرهای زیبا داخل گشتم حاضر دانشگاه سند و چه خیلی نگاه کنید که اگر این دعای نیکی پدر و عرضه پدر نباشد 5 سال در دست برنای سوقه به من اسرودهای کلاسیکی با خبر گشتم و استاد اولین من در سرودهای کلاسیکی شادروان برنای سوقه که اون کس شش مقام خانی ناتکرار بودن و این هم وقتی بلندی من است و وقتی که در دانشکده 6 سالگی اون کس رو پیشواز میگرفت یعنی قید میکردن در دانشکده برنامه کنسرتی بود و من در آن کنسرت سرودی ساقنامه سفت کلام را سرودم که مخصوص معلمه همین سرود را به من یاد داده بودم و چقدر خرسند شدم وقتی من سرود را سرویدم هر یک بار اومد شما رو میبینیم خیلی هم سادگی در شما هست و خانم از تماشای همون ترانه معلوم میشود که این یک دختر دهاتی است یک دختر کوهستان است اومده است بدون آرایشات خیلی هم صمیمیت فکر میکنم در برابر همون صدای شیرین همین صمیمیت نیز در دل همون مخلصان جای یافته بود من که دختر دهات بودم و همیشه یک ناز و شرم دختران دهات همیشه در وجودی من بود وقتی به صحنه می برآمدم هم این یک حسی یعنی که خاکساری و هم یک لطافتی زنانه البته باید که زنی تاجیک همیشه صاحبی یعنی همی خیلی شرم و لطافتی زنانه داشته باشد و وقتی که به همین حاضر مخلصی های من هم برای سرودخوانی هم برای رفتار و آداب و خاکساری و طرز لباس پوشی من مخلص هستم بسیاریشون میگن اپا جا ما همین پدرم یا که مادرم میگن من حاضر جوان ها میگن همه خیلی تلویزیون وقتی شما برامان میکردید همون نزد آینه نیلگون ما دور نمیشدن همه خیلی با محبت تماشا میکردن همه خیلی شما را بسیار دوست میداشتن هم صنعتتون را هم میگفتن که این عجیب دختره که هیچ وقت دیگر نمیشد لباسش هم دیگر نمیشد سیمای تاجیکانه خود را گم نکرده فعالیت با استادان صنعت موسیقی کسبی آوازخوان را در راه هنر حرفه‌ای نمود. برای تولید هر یک ترانه ایجاد شده‌اش استادان هنر نیز مراغ ظاهر می‌کردند. همین است که سرودهای سرایده‌اش محبوبی همگان گردیده است. وقتی که با دانشگاه شامل شدید همون لحظه‌ها در انسامبل بانوان دتاری شامل گشتیم که برای در اون وقت این انسامبل از حساب شاگردان دانشکده بود لیکن در کمیته تلویزیون و رادیو تحت انسامبل شش مقام هنرنمایی میکردیم من انسامبل در همه جا حضور دارم یک عکس تاریخی رو دیدم اونجا شما هستید مثلا یک نفر استاد است در نظرتون معلم استاد دولت یاروف که اون کس با ما هم سرودها می آموختن هم نواختن را می آموختن فکر میکنم خاطره های خوب و دلنشین است از همون ایامی که شما در اون انسامبل فعالیت و کار میکردید بله اولین همین با مردم من علاکه با همین انسامبل معرفی کردید اونجا علاکه ترانه های یک خونی میکردید در اونجا من با همراهی ملکه کنجای و دوگانه مهربان من دو کسه سرودها میخوندیم گوه من خودم تنها میخوندم و این یک ترانه رو در حقه دیدیم اونجا دو کسه خوندگیم ملکه کنجای و ترانه های بیشتر میسرودم یک خون بودم بعد دویره مینوختم در انسامبل یکی ترانه‌هایشون کم است بله کم است برای اینکه اما اول یک دو سروده که یک جای سرویدیم بعد که انسامبل پراکنده گشت و من به انسامبل شش مقام کمیته تلویزیون و رادیو به کار آمدم ملکه کنجایوا بعد دانشگاه به فیلهرمونی دولتی تاجیکستان به کار آمدن به انسامبل بانوان رباب نواز و در آنجا اون کس دایره می‌رفت Thank you.
با انسامبل ششم خوم کار رو دوام دادید؟ بله، با انسامبل ششم خوم. چند سال فعالیت کرد در انسامبل؟ سه سال. بعد با انسامبل کدام سال ها بود؟ یادتون است؟ سالهای 83 تا 86. وقتی که با انسامبل ششم خوم اومدم، چند سال در انسامبل ششم خوم هنرنمایی نمودم که در اونجا استادای بزرگ با مثل ارنا اسحاق و عمری قادر و لاله برکای و مستانه ایرگش و پینگین راوپ و شادرامو بایومن نیوزف بودم مومون توشتیم مزفر ماهیدینوف محکم زبایدلویف جمشید اسمایلوف استاد سید کلبیلولوف و عموماً بسیار هنرمندانی که همه اونها استادای ما هستن در این انسامبل کار کردم و وقتی که انسامبل دریا تشکیل شد سال 1989 اولین هنرمندانی هستیم که در انسامبل دریا کار کردیم تا به امروز گویا قریب چند نفر هنرمندانی که کار رو شروع کردید از همون سال و وقتی که انسامبل دریا بگیم در حقیقت چهره های همون انسامبل شما هستید شما و در مثال شما دیگر نفرانی که کار کردند کار رو شروع در کردند در انسامبل دریا سنتکارانی اصیل کار کردند باور میکرد قریب همه آنها با عنوان های فخری سزاوار شدند شاید حاضر چند نفری آنها افسوس که در بین ما نیستند لیکن همیشه سرود های آنها در دل و دیده مردم همیشه زنده است اولین سرودی که تاجیکستان سرایدم این سرودی تاجیکستان بر متن نظام قاسم آهنگ سید کلبیلولوف می باشد ما با سامانیایی که در همین جمهوری ما بودن ان همو سالها این سرود پیدا شد یعنی که ما ثبت نمودیم مزرعه بختت گلفشان پرچم فتحت پرفشان مردمت سرجم بادا دشمنت بادا پریشان تاجیکستان تاجیکستان این سرود هایی که همه وقتها چقدر مردم ما در شهرهای مثلا بیرون از کشور بودن در افغانستان در دیگر جا همه سرود ها رو با واسطه برنامه خاکی وطن میشنیدن برای اینکه وقتی که تمام مردم ما خوشبختانه که به تاجیکستان زیبای ما آمدن بعضی ها شما وامی خوردیم اونها میفتن که ما همه سرود ها رو با واسطه رادیو در خود افغانستان از برنامه خاکی وطن میشنیدیم هم شهری مسافری داشتم و همین سرود و هم تاجیکستان بعد اون بعد تاجیکستانی پرویز پولادی را سرایدم با بعد این آهنگ پرویز پولادی تاجیکستان بر متن نوردین امردین آهنگ شادرام مبارک شو جمعی فرامی سرایدم از سرود های تاجیکستانی یک سه چار تا سرایدم مطربی ناتکرار چیده دسته که از خود انسامبل پومیر و بعد فیلارمونی با کار کردگی انسامبل زیبا با کار کردگی آخران در انسامبل دریا من بیشتر یک ممکن 12 یا 13 آهنگ های این کسر رو من سرایدم روحشان شاد بود بسیار هم مطربی که بودن که اینا یک دریا بودن میگفتیم بیهوده نمیگونه همین دریا هر یک هنرمندی که هم در همین انسامبل دریا کار کرده است هم مطرب باشه چه حافظ هم اصیل بودن اصیل هنرمندایی که
از خودشان میراثی گران ماندن، هم از سروداشان هم از آهنگایشان. در مورد تاجیکستان چون نگفتید یگانه یک ترانه نیست، چندین ترانه ها ثبت کردید، ایجاد کردید و تاجیکستان عموماً وطن موضوعی است که همیشه از جانب هنرمندان انعکاس می‌یابد و از جانب شما نیز خیلی هم زیاد است و حس می‌شود که با محبت آن را اجرا می‌کنید. البته باید هر یک هنرمند چه خیلی که میگم مادری خود را دوست می‌دارد، از مادر و پدری خود باید تاجیکستان را بسیار دوست دارد. نوری چشمانم تو باشی تاجیکستان، تولید گردن ترانه‌های جدید برای آوازخوان شهرت آورد. آهنگ دلنشین و مضمون پرمحتوای ترانه‌ها برای دوستداران سرود و موسیقی پسندیده گردید. اما صدای دلنشین آوازخوان موقع معینی را در هر یک ترانه اشغال می‌کرد. یک ترانه دیگری که خیلی هم دلنشین است و واقعا از شنیدن آن زیبایی کوهستان تاجیکستان به یاد می آید، بخندد لاله بر صحرا. این سرود را استاد عزیز من برنای ساخ و سرایدن. بله در گذشته سرود فوزیل و هم شد را سرایدن استاد ما. یک روز در نزد فیلارمونیا بودم که نگو با بستکاری نومی کمپوزیتور از هم سوالی رو واخوردم و گفتن که دخترم همین به قریبی یک جشن میشد، برنامه کنسرتی تیار کردیم با همراهی اسباب های خلقی. من میخواهم که این همین بخندن لاله را شما سرایی و گفتم مهلش استاد و گفتن که نباشد از این هفته میبید مشق میکنیم کنسرت به طور زنده برامان میکنید، بعد آینده میتونید که ثبت کنید. مشق کردیم سرود رو با همراهی ارکستر اسبابای خلقی سرایدیم در برنامه کنسرتی به طور زنده. بعدا این سرود رو با همراهی انسامبل دریا ثبت نمودم و پیشکشی مخلصان گرداندم و بسیاری میگفتن که اکرام این سرود رو باید خودت سرایی، می نام خودت هست گفته، لیکن سرودی اصیل البته به دل و دیده مردم رخ مییابد، مقبول دل مردم گشت. منم خرسند شدم که باز من صفی سرودهایم زیاد شدم. باز که چون حق استادی دارم با شما برنامه ساخوا خیلی هم مناسب است که شما همچون شاگرد ترانه او رو بسرایید. Thank you.
هایشان سراپا ملی است و ترانه هاشان هم ترانه های خلقی، ترانه های دلنشین است. همچون هنرمند کسبی سرودهای خلقی نیز می سرایند. من گفتم کسبیتی بلند دارند، یعنی در ژانر فلک، در ژانر خوب بسیار معروف و آوازدار و جهانی شش مقام سرودهای خاص دارند با هم‌آوازی ارکستری سازهای خلقی، خوب ارکستری سیمفونی سرودهای خاص سرودند. در سینه اسیان میکنه هر سحر با یاد تو قلبم طغیان میکنه در فضای مهر تو رقصیده جولان یک سرود شما که در یک جایی با ارکستر سروده شده است خیلی دلنشین، مثلا از دیگر ترانه‌هاتون خیلی فرق میکرد. یکی اگر استراده بود شش مقام و خلقی بود یک جذابیت به خود خاص داره. بخنده ها ساز عشق، سرود ساز عشق با هم‌آوازی ارکستر اسباب های خلقی سرویدم. بسیار هم کلان حجم است و موسیقیش بسیار هم عالی که این دوره های پیش ثبت شده گه حتی مطربان چیره دست بهترین که جمهوری حالا در قید حیات نیستن همونو نواختگی و ثبت نمودن و من آواز خود را از وقت ثبت کردم به قریبی ها. خیلی کسبی است، خیلی ترنه دلیشی بسیار هم مشکل است لیکن خوشبختانه اجرش برآمدم و همون کنسرتی که 2013 هم برپا نمودم مخصوص برای رحمین سرود شده، نام همین را موندم ساز عشق. بدیاهای سرایده آوازخون کم نبود، مخصوصا سرودهای سرایدهش با هنرپیشه شایسته تاجیکستان شادروان قربان علی عبدالله میان ترانه‌های سرایدهش جایگاهی مخصوصی را صاحب بود. موضوعهای گوناگون سرودهای سرایدهش به دل مخلصانش جای گرفت. بالاتر در صحبت گفتید که با یکی از آوازخوان‌های
خیلی هم خوب ملکه کنجیوه دویت سریده بودید و بعدن ما دویت های شما را تنها با قربان علی عبدالیف تماشا کردیم و شنیدیم. همکاری های مشترک خوبی بود با شادروان قربان علی عبدالیف. بله. برای که در انسامبل دریا وقتی که هنرنمایی میکردیم همه کسا من شادروان قربان علی عبدالیف، شادروان عبدالله سلطان، اپای نگینا همیشه با همدیگر مسیحت میکردیم. مثلا من اگر یکون سرود بیارم میگفتم که قربان علی جوان بیا همین کنی همین سرود گوش کنم همین سرود سرایدنی کنی یکون کم بودی شاید یا که مثلا مسیحت میکردیم یا که بایم گفت لالا بانو نمی آهنگ میخوانیم چی میگویی این بدیه خانی گفتیم. من اولین بدیه را با همراهی رحمتشاه رجبوف در وقت دانشجویی هم خواندم. بدیه دلی من. بعد بعدی آن من و تو سرایدیم. بعد وقتی که به انسان دریا آمدم سرودی من و تو را با همراهی عزیز بهاوبوف سرایدم. سرودهایی که با همراهی شادروان قربان علی سرایدم اینها سرودهای ایجاد شده در وقت انسامبل دریا. سرود می آوردن مثلا خو کمپوزیتورو می آوردن خو هم خودی اهلی انسامبل دریا مطربا ما هم آوازخوانا همه قریب آهنگ های بهترین بهترین خودشان ایجاد میکردن. بله. و با مسئلت میکردیم که کنی کی سرایت کی آهنگ ها رو هر کس ایجاد میکرد. بله. مثلا یکی رشمو یکی دیگر رو استاد سیقل بلالوف میکرد. بله. مثلا بدیهه یکی تو ماهیمن تو شاهیمنی آهنگ مبارک شو جمعی بدیهه با همراهی قربان علی هر دو سرایدیم آهنگ نعمت اسراری میباشد. همدمی دلخواه مثلا بدیهه یکی من زنگ آخران با همراهی قربان علی من سرایدم این قدر چخیل ترانه دیمشی این آهنگی استاد ترانه زنگ آخر چگونه بود؟ همین زنگ آخر خیال میکنم از روی همین صحبت های استاد سرخور میلالوف وقتی که شاعر نظر یزدان خیالم زنگ آخرین فرزندشان بود است می همین شعر پیدا شد و به همون به استاد سرخور میلالوف میدین که همین آهنگ بنده و وقتی که استاد این آهنگ آوردن گفتن که بیا قربان علی قتیل الله هر شما میخونید تا شاید اون کس خودشان برای اینکه اینا آخی چه استادای هستن که ناتکرار حتی میدونن که اما آهنگ باید کی سرایه این آهنگ کی سرایه یک مثال بستکار چندین آهنگ البته ایجاد میکنن حتی میدونن که در آواز کی مناسب است همون آهنگ در آواز کی زیباتر شنیده میشود برای انتخاب آنها بود که ما با همراهی قربان علی بدیه را سرایدیم یک زنگ آخر را در چند چورابینی اون را میسرایدید مخصوصا در وقت ختم تحصیلات که به پایین میرسید درخواست زیاد میشدن برای اجرای این سرود یاد دارم که در نزدیکی خانه ما هم مکتب هست سحر قطعی می آهنگ میموندن و چخیل ختم کنندگان با آوی دیده یا که این سرود را گوش میکردن هم میگیرستن این یک خیلی دوره مکتب خانی ترانه الویدا پنج و چار کودکی خیر مقدم پنج و چار زندگی این بدیه با لاله عزیز خیلی صمیمی خیلی دلنشین و بنیادی ماندگار ماند اکنون برای چی؟ برای اونکه واقعا همان دوره تولید این ترانه دو هنرمند جوان را برای مردم در بدیه خانی معرفی کرد چندین بدیه های دیگر هم تولید شدند ایجاد شدند ولی این ترانه
در بدیه خانی یک نو راه کشد برای قربان علی عبدالویف، برای لاله عزیزه و که بعدا ایشان در علاهیدگی با دیگر هنرمندان هم بدیه سراییدند، بدیه سراییدند، بدیه های دلپذیر و بدیه های در مورد شما در برنامه های گوناگون دیدم خیلی هم اندیشه سبز دارم و این چنین شادروان عبدالله سلطانوف نیست؟ بله، خبر این که ما چندین سال در یک انسامبل کار کردیم با همدیگر، همچون فرزندی پدر البته مهر بستیم، یک جایی که گویا کلون شدیم در جاده هنر و همیشه با مسئلت یک دیگر بودیم. خیلی محبوبیت آنها خیلی هم زیاد است، افسوس که امروز آنها در حیات نیستن، البته جای آنها خالی است، لیکن من شاد هستم که همین سرودهای آنها همیشه در دل مردم زنده و ابد میماند. درباره لاله یک سرود خوانده بودم که اون چنین است: ای لاله لاله لاله، ای ماه 18 ساله، بر حسن تو پریزاد گشتم اسیر والا. و امروز ما هم شیدای آواز او، شیدای سرودی او هستیم. و او نه تنها سرودهای خلقی بلکه سرودهای کلاسیکی و استرادی رو نیز با صنعت بلند اجرا میکند. من فکر میکنم که هر یک آدم حسن خط دارد، هنرمند باشد یک سبکی معینی دارد. من هنرمندوی اصیل در نظر دارم و لالایتی هم در نظر من یکی از هنرمندوی خوب و اصیلی کشور ما هستند که یکی از آوازخوانهای خوب و نظررس هستند. و هنگامی که من به دانشکده هنرهای زیبا آمدم سال 83 خانم لاله علکه در کورس دویم میخواندند و در حدود دانشکده و بیرون از آن بسیار احترامی کلانی را علکه به خودشان کسب کرده بودند. محسیم است که در انسامبل دری آمدم، از آمدگیم خیلی شدم که با همه خیلی استادان صنعت و مانند لاله عزیز و مهرمقبای ملیکه و همه شما شناس شدم. وقتی من به کار اومدم، به دریا اومدم، پدرم من نصیحت کردن: دخترم اگر حافظ شدنی باشی مانند اپای لاله شد. لاله بانوی عزیز روی صحنه ماندند، برای تاریخ ماندند، برای عصرها ماندند. لاله عزیز همراهی یک زمره هنرمندانی که خوب یک مرحله خیلی جدی، خیلی حساسی تاریخی را با نوای خود تسلا بخشیدند، با نوای خود دوا کردند، با صدای خود با جمعیت، با مردم هم درد و هم دل بودند. من در نظر دارم خوب هنرمندانی که با ایشان فعالیت کردند، از جمله محرم شریپوا، قربان علی عبدالویف، صباحت نجمی دینوا، اینها نفرانی هستند که خوب در یک مرحله تاریخی روی صحنه تاجیک ترانه های ماندگار سرودند، ترانه های در ژانرهای گوناگون سرودند: ژانر خلقی، ژانر فلک، ژانر مقام. دل به تاقی ابری اومی پرستی میکنم، تا
که در انسامبل ششمخان فعالیت کردید، پس زنگید به انسامبل دریا نیز آمدید، ولی از ششمخان فراموش نکردید. چون در برنامه کنسرتی مشاهده کردیم که شما از ششمخان همیشه یاد میکنید، همیشه از ترانه‌های مشهور آن در برنامه های کنسرتی خود جای میدید و آن را با یک مهارت مخصوص پیشنهاد میکنید. البته سرودهای کلاسیکی یعنی که ششمخان سرودهای هستند که اینا همیشه ابدی میمانند و اینها را هم اجرا کردن باید که یک استعدادی بلند، یک هنرمندی که همین بسیار همه طرفه از موسیقی با خبر و آوازی که دیاپازون کلان داشته باشد میتواند که سرودهای کلاسیکی را سراید. و همین وقتی سرودهای کلاسیکی را میسرایی آواز انسان تکمیل مییابد و وقتی که اگر سرودهای کلاسیکی را سراید تواند همه حافظ، من باوری دارم که در تمام ژانرها سرایده میتواند. در ششمقام هنرمند الکی هم آوازش سفته میگردد، هم استاد میگردد، هم همه جهته آواز او تکمیل مییابد و در تمام ژانرها خواندنش آسان. نشست ناله ما دمینو شنیده بیزد، دل جان و دین را بوده روخی شرمگین نموده، گیرهی جبین کشوده و میان رسیده بیزد، گیرهی جبین کشوده و میان رسیده بیزد. ژانر موسیقی حرف زدیم، نباید ما از دیگر ژانرهایی که شما اجرا کردید فراموش کنیم. وقتی که من به انسامبل دریا اومدم، بسیارتر تکیه کردم به فولکلوری بادی زرافشان. بله بله. برای اینکه سرودهای مسیحی که من سرایدم و لباس مسیحی، یعنی که جامه و رومالی قجیم و توقی و منم کلوش و محسی، ما همین با طریق تلویزیون ثبت نمودیم، باور میکرد این یک قریب 35 سال میشود. آن همین اولین معرفگری لباس ملی مسیحی ما می باشم.
یکی ما بسیار خود همون زمان ما باور کردیم یک خاکساری کرده گم نمیزدیم برای اینکه بسیار من فکر میکردم که ما وقت حالا جوان هستیم باید که بسیار تکبر نباشیم نمیگفتیم لیکن من امروز با سری بلند با فخر میکنم که ان همین لباس مسیحی خود برآمد کردم در همین جامعه اطلس در برداشتم در همین لبی دریای ورزا سرودی برویتی مسیح را سریدم هر وقت که ما مثلا به سفرهای هنری میرفتیم ان همین لباس من در بر میکردم وقتی که سرودهای لیریک را میخوندم لباس اطلس را بر میکردم سرودهای کوهستان جنوب را خوانم لباس چکم را بر میکردم هر یک هنرمند داند که سرودی که او میسراید باید چه لباس وای کنه حاضر من ان جوانای میبینم لباسشون فخر وای خرسان میشم برای اینکه اینقدر از اینا امکانهای دارن که امکانات زیاد وقتی ما به اینقدر امکانات ها نبود نه که ما با به حد اقل حرکت میکردیم که هم یک نویگری حتی من باور دارم وقتی که لباس ایگان اطلس میگو چی میدوزاندیم در برنامه تلویزیونی برو میکردیم با یگون حرکت میرفتم الکه میدم که مردم همو اطلس خریدن یا که همو خیلی دوختن اینم الکه تربیتگری مردم است برای ما مثال گیریم باید که همیشه لباس ملی خودمان را ببر کنیم فخر کنیم و به آینده خود میراث گذاریم این روبیات را همگی استفاده میبرند و همون آستین هایی که بانوان میپوشند همون را در نظر دارند که مثلا آستین رو باید جمعه همین جامعه اطلس یا که جامعه کار و سمس میگفتن هم خیلی ببر میکردیم و بعد انمی از تگی همون جامعه خیلی آستین دراز بود برای اینکه انمی خش یک زیب میداده دست قطعی یا که اشاره کرده میخونده این آسی تنها تعلق داره به ترنه های اون مسجوهی؟ نه بعد وقتی که همه اگر رقص کنن با چقدر زیباتر من وقتی که سرود که میخوندم آستین نکرده بودم وقتی که رقص انتخاب کردیم رقص ها که رقص کردن اونا علاقه آستین هاشون قطعی بود برای اینکه بعد زیب میداد بعد هم آستین تجمع بنده بیا همین هم همین آستین های همینجا گرفت شده گیا که نکی آسینه تجنبانده برا یار یار عاشقت سوزانده به یک چیزی های خلقی هستند حتما وقت ما ترنه های خلقی مسجوی رو بشنویم کلمه آسین هست مثلا رقص ده بیا وقتی که در دیگر سرود ها رقص میکنن آسین کم استفاده میبرن بله 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 ضربی سرود های مسجوی همه آسین که پوشیدن همه رقص به خوشروز بله بله خوشرو میبراد برای همین آستین آنمی سرود های زرافشانی با بسیار زیب میتید آستین تجون بانده بیا یار یاری آشقت سوزانده بیا یار یاری آستین تجون بانده بیا یار یاری آشقت سوزانده بیا یار یاری یار بگو یارت منم بسته ای آزارت منم یاری وفاداری تویم یار بگو یارت منم بسته ای آزارت منم لایقی گفتارت منم من که گرفتاری تویم هم دل و غم خاری تویم یاری وفاداری تویم از خلقی یاد کردیم ششم خوم یاد کردیم و نباید ما از ترنهای استرادی شما فراموش کنیم که در ایجادات شما شمارهشون کم نیست سرودهای استرادی هم نیست برای اینکه به جمعون ها به همون مرور زمان هم سرودهای استرادی هم ثبت نمودم و اولین سرود استرادی من عشق اول می باشد که موسیقی تیار بود و شعر نبود بعد از شاعر علیم خان اسمتی خواهش کردم که همین آهنگ گوش کنید همین به وزن همین اکو خودم زمزمه کردم و وزن قافیه شد گفتم استاد انا می خواهی وزن قافیه بود بعد اون کس نویستن آوردن همینه ثبت نمودیم و بعد اون با سرود های استرادی چند تای دیگر سرایدم آخرون سرود استرادی من گنجینه ما می باشد که به دلی مردم خیلی محبوبیت پیدا کرد و گویا باز یک بار دیگر ما رو معرفی کرد که همین لالبان ها هستن یعنی که بر متن بزرگ مهر بهادو آهنگی شادروان رستم بیگ باطرف اون کس سخناش دیگر از نام مرد گفته شده بود همینه من هم اسرار نی ثبت کردیم و بعد سخناش نقل کرده پیشکش مردم گردادم و مانندی دلی خود دل نیابی چه حولی پدر منزل نیابی نشینی با خیرد مندانی
نشینی با خرد مندان دنیا و مثل مادرت قاقل نیابی سم در مورد زندگی شما پرسون شوم و فکر میکنم هم سفر زندگیتون خیلی کمک کرد در فعالیت ایجادیتون. از همین قدم های اولینی که به جاده هنر موندم و به همین انسامبل کار میکردم، البته خدمت شوهرم خیلی زیاد است، برای اینکه هر یک سرودی که من سرایدم، هر یک سخنی که من میگفتم، بسیار با اون کس مصلحت میکردم که من همی سرود سرایدم، چه خیلی کنم، شعر چی میشد. در زندگی همیشه تکگاه یک دیگر بودیم، یک دیگر فهمی داشتیم، دلی یک دیگر رو نغز میفهمیم که در یک آیله میفهمیم و حالا میفهمیم، برای اینکه در یک آیله دو ایجادکار این بسیار مشکل است، لیکن حرکت کردیم که هر دو در زندگی به همین یک دیگر کمک رسانیم. مثلا من صنعتکار باشم، من که حرکت میکردم که آهنگ های بهترین شعرهای بهترین رو سرایم در متن بسیارتر. بعد نه، من هم حرکت میکردم که یعنی که حرکت کنم که همیشه الهام شما باشد، قلم شما برا باشد. البته مهربانی و در حیات یک دیگر فهمی و حرمت و احترام، البته مرد هم خود رو خوشبخت حس میکند، دلش با زندگی با بسیارتر گرم شده، مینویسد، الهام میآوردم. کدام ترانه مثلا در زندگی شما یک دخالت کرده است؟ در زندگیتون شاید یک نقش خاصه داشت؟ هر سرودی که می سرایدم با اون کس مصلحت میکردم. افسانه عشق خیال میکنم که ما اولین بخوا حال ما خانه‌دار نشده بودیم، همی خیال میکنم پس از این خانه‌دار شده نه، برای اینکه همی سرود وقتی که به خانه رادیو آمدم گفتم همی آهنگ هستم، شعرش نیست، شعر انتخاب کردن آوردن. بعد محبوبه من دیدم او دیدین یک نگفتم اینقدر هنری ما رو قدر میکنن، ما رو مثلا میفهمن. باید در زندگی من باید انم خیلی همسر حیاتی داشته باشم و خوشبختانه با من در همی خانه رادیو، یعنی که من بخت خود رو یافتم، نون خود رو، نوم خود رو، ما همه چی از همین دریا، از همین رادیو، یعنی که مقدس ترین جا برای ما، برای که ما هر دو ما در یک دیگر رو در همون جا یافتیم، هم بخت و هم تخت خود رو. بعد این سرودی مثلا واقعا افسانه شد برای شما؟ بله، افسانه عشق شد و ما با افسانه زندگی تبدیل یافت. بله. گفتی بیرا از من بیرا، اشکم روان شد پیشتر، گفتی مرا دیگر میام بر خود نمی آیم، دیگر بر خود نمی آیم دیگر. Oh.
سرود رو هم نیز من در وقتی دانشجویم ثبت نمودم با همراهی دانشجو مطربانی که علاقه اون وقت دانشجو بودن اومدیم در خانه رادیو ثبت نمودیم و متن اون رو وقتی که من با من خوشبختانه حاضر همسری من شاهدین حق نظر وقت در رادیو کار میکردن من گفتم که اکی شاهدینم یک آهنگی بهترین دارم و همین سخن در کار بعد این کس همین سخن رو به من آوردن گفتن که این شعر از قوات بیگ دولت میباشد من همین گفتن کنی بین من دیدم که همین خیلی بسیار هم به من معقول بشم بسیار مناسب شعر و موسیقی بسیار هم به یک دیگر علاقه من بودم برای همین این سرود رو ثبت نمودیم و حالا که من انسان دورچی ها بودم دانشجو بودم این سرود علاهیده ثبت نمودیم هم سرودی هرگه به من بیمانی یعنی که دو سرود بود پیشنهاد نمودیم ثبت کردم و همین سرود بسیار هم به دل مردم راه یافت سرودی افسانه ایش خودش یک بسیار ترانه دلنشین رو به مردم پیشکش کرد که ورد زبان هاست ما با همین ترانه ها بزرگ شدیم وقتی به کار آمدیم با لاله عزیز آنچو شناس شدیم و چندین ده سال است با هم فعالیت میکنیم این آیله رو خوب میشناسیم برای لاله عزیز و برای معرفی او و برای انتخاب او و برای پیشنهاد ترانه های خوب و ترانه های واقعا دلنشین و ترانه هایی که از جانب اجتماع خوب قبول می شوند موضوعی هستند یا اینکه ترانه های دل مردم هستند نقش شهاب‌الدین حق نظر بسا بزرگ است لاله بانوی عزیز با استاد شهاب‌الدین حق نظر که برای ما هم حق استادی دارند زندگی خوب هم دارند زندگیشان یک نو برای دیگران نمونه هست پاکترین زندگی پاکترین سریشت پاکترین ایجاد و پاکترین دسترخوان و نان دارند احسن برایشان به هر کسی نمونه آوریم این آیله را پیشکش میکنیم این آیله را نام بردار میکنیم این آیله را نام میبریم در مورد فرزندانتان چی میتوانید بگویید؟ کدام راه را انتخاب کردند؟ خیلی نیلوفر دخترچه اولین ما کارگردان آواز در رادیو کار میکنند ما به فرزند آزادی ماندیم که خودشان بگذار انتخاب کنند پسری کلانی هم اومد به تکنیک که بسیار محبت زیاد داشت دانشگاه تکنیکی تمام کرد حالا کار میکند و پسری خوردی همون هم دانشگاه تجارتی رو تمام کرد و هم دانشگاه مالی و قرض که و خیلی هم در همین فنی دقیق بسیار هم کوشش و غیرتش زیاد بود برای ما زیدیت نکردیم مفتیم بگذار خودشون انتخاب کنن و امروز البته نبیره های هم نیز همین راهی سنت رو انتخاب کردن یکی مطرب هست یکی آوازخوانی و اکنون اونا که حالی شاگرد های مکتب هستن حالی کنم آموخته شدم و آرزو میکنم که شاید یکان مطربان و یکان آوازخوانی شدن که اقلا یک سهم کوچک خود را به این دیار زیبای ما گذارن مدینه حق نظر و آوازخوان جوانی ما رو من با این سرود زیاد میشناسند شاید نه همه بیداند که ترانه که یار یار سرایده است این تعلق دارد اصلا به ایجاد شما این سرود رو ما اول در انسامبل بانوان دوتاری می سراییدیم و من به همین سرود بسیار مخکول که بود وقتی به انسامبل دریا کار میکردم بعد پیش خود مقصد گذاشتم که همین سرود از نو زنده میکنم خودم که تنهایی میخوانم سخناش رو دیگر کردیم سخنم نو کردیم فقط همون یعنی که نقرات موند همین بین به هیار یار یار منی هیار یار منی بعد من این سرود رو گرفتم ثبت نمودم بعدی چند وقت با در اجرای من مدینه حق نظر رو شنیدم و یعنی با طرز دیگر با یک لحنی بدخشانی یک عجایب بود بعد یعنی که لحنی
هم بدخشان و هم سرود وای میرد لیریک یک جای به هم لحن با زیباتر کرده اول شهد خواندگی بعد نقرات خواندگی خی امروز مقبولی دیدی مردم است ما هم خرسند باره در صحبت هایشون اطراف این سرود زیاد حرف میزند گفته است که این ترنا رو لاله عزیزه و سرویده و بعد ما سرویده ممکن نمیدونن که ما همین سرویدگی ممکن شاید با او پیشنیاد کرده باشن ممکن با او پیشنیاد کرده هم برای اینکه مثلا ما هم به شاگردان ما میگیم که این همین خیلی سرود های قدیمه همین خیلی سرود ها هستن این سرود خان یا بای خان ولی باید اوزخان از تاریخ سرود داند فکر میکنه خیلی این اول دیسورچی ها بخوانده بده میگفتم که بعد من سب نمودم ممکن مدین اخ نظر و نمیداد یا ممکن که میداند نمیدم راستش رو گیم یکی من شادم که سرود دوباره زندگش به محبوب دلی مردم گشت باید نویگری هست خیلی اکن این میگم که زمان ما این قدر امکانیت های هست برای جوان ها که چه ها کنه ما اگر این قدر امکانیت ها میداشتیم شاید این هم زیادتر سرود ها ثبت میکردیم و پیشکش مردم میکردیم شما همچون حقوقی مؤلف خرسند شدید که ترانه شما رو استفاده بردن بله. و حالا مثلا فعالیت همین شبکه های اجتماعی و مثلا بعضی بحث های میان هنرمندان و دیگر نفران به وقوع میپیوندد محض همین حقوق مؤلف است حالا این زمان باشه شاید همون دعوا میکنن که این سرود من است شما بدون اجازت من سرودید ببینید که شما خوشحال شدید خوشحال شدید اون دوره ها راستش را گویم همین آهنگ ها را مثلا برای ما می آوردن من یکم مبلغ نامتون نمی گرفتن خدا ما هم وقتی ما هنرمند شدیم دنیای ما دیگر بود ما فقط فکر میکردیم که باید هنرمند شیم ما حاضر مثال فکر میکنم که یک جوانی هستن که میخوام ما هنرمند شیم سرورمند شیم خانه داشته باشد یا این ما عموماً خیلی فکرها رو نداشتیم یک دنیای زیبای یا که ما صاحب بودیم که اون وقتا که عموماً حتی در اجاره ها من با دو فرزندم 6 سال 7 سال زندگی کردم فکر هم نمیکردیم که مثال باید آینده مثلا همسری حیاتی من باید پولدار باشد یا ماشیندار باشد یا سوارد من فقط آرزو میکردیم که همین صنعت خودم را صاحب باشم و تمام وقتی که ما در همین روی خود روز هستیم هنری خود را دوست میداریم خداوند صاحب همه چی کرده است ما را من صاحب همه چی هستم ثروت هم هستم وقتی بلند هم هستم خانه ها هم داریم ماشین همه چی داریم خدا به شکر امروز بیشتر مردم هنرمند شدند رو نه به خاطر صنعت یا که استعداد دارن اونها به خاطر درآمد کردن منبع درآمد پیدا کردن بسیاراشون میگم خیلی زنده که اکثریت من فکر میکنم که باز میخواهند که ما همه هنرمند شویم و اخی برای هنرمند شدن این میدونی چقدر قربانی میکنید این حاضر دوره ناز است آسان تکنیک ترقی کردگی سالهایی که ما در انسامبل کار میکردیم یک سرود رو ثبت میکردیم موسیقی هم هم زنده میرفت آواز هم زنده میرفت ما برای اون که سرود ثبت کنیم گاه ها بسیار چیزها پرهیز میکردیم نمیخوردیم که آواز باید همیشه فرما باشد باور کنین یا دارم که همه اپای نگینا هفته هوش قطی حتی میوه را همین خنک نمیخوردن که مبادا آوازم خسته میشد سحر کار می اومدیم باید که همیشه آواز ما فرما باشد برای اینکه نخواست میفتن که ثبت رادیویی باید ثبت کنیم یا که تلویزیونی تلویزیون قطعا ما زنده برمان میکردیم با شما قبلا آگاه نمیکردن یک هفته پیش شد چند روز پیش این برنامه شد این برنامه هایی که تعجیلی که نخواست برنامه ها هستن برای همین همیشه باید ما هنرمند ها وظیفه ما همین بود هنرمند هایی که در کمیته تلویزیون و رادیو کار میکردیم باید همیشه آواز فرما باشد وظیفه اساسی ما ثبت نمودن و همین فوند تلویزیون رادیو رو بایگرداندن و ما هم حرکت میکردیم که سرودهای نو به نو ایجاد کنیم بسیارتر آهنگ های ایجاد کنیم که مال خودمون شود یا که با مثال از استادا هم میخوندیم فقط پیوسته مهنت میکردیم یک سرود را ثبت کنیم اگر ممکن 20 نفر 25 نفر همچون حکمان میشیشتن انتخاب میکرد شروع بدهی سخن نگاه میکن هر یک حرفی تلفظ کردگی ما آهنگی که ما چی میسرویم چی میخونیم اگر انتخاب میشد بعد می سرویدم اگر انتخاب نمی شد نمی سرویدم همین است که محصولی سرودهای بهترین اجرا کردن همون است
شاید ما هم اگر بی اهمیتی میکردیم سرودهای خسکی میخوندیم. یکی هر یک هنرمند خودش وابسته است. باید هنرمند در پیش خود مقصد گذارد که او هم معرفگری مردم است. سختگیری ها بود در انتخاب و آهنگ ها که ما مثلا سرودهای بهترین را اجرا کردیم. و هر یک هنرمند باید فراموش نکند که او هنرمند هست که هنرمند با واسطه تلویزیون یعنی آینه نیلگون میبراید. مردم هم سرودش را گوش میکنند، هم طرز و رفتار و آدابش لباس پوشیدنش، برای اینکه حتی ما در کوچه ها میگریم ما آزاد نیستیم، برای اینکه مردم ما را میشناسند. حرکت میکنیم که یک سخنی ناجا نگوییم، یک رفتاری ناجا نباشد که مردم اخلاصش نگردند. دل مردم یافتن این یک خیلی مشکل. سراغت میکنم صحرا به صحرا، تو را میجویم از دنیای زیبا، تو را میجویم از دنیای زیبا، به تنهایی گرفتم اوز که شاید نشینم با تو من تنها به تنها، به تنها، به تنها. دیر باز ندیدم از سخنی نگفتم، دیر باز ندیدم از سخنی نگفتم، تو که رنجی دای ندانم یارم آه جانم، تشوی هم رازی جانم. باره در اجادیاتی یکی از آزخانهای جوان شنیدم ترنای دیر باز ندیدمت، در آن روبایه های دیگر ایلاوه کردن، ولی من از اجادیت شما این سرود رو شنیدم. این سرود رو وقتی که با محرمه شریف که در این انسامل کار کردیم قدر و یک خواهره که من و همچه یک فرزندی پدر برای من است، همین سرود رو محرمه آمد گفت که اپا همین سرود رو نمیخونه. گفت من گفتم کدام سرود؟ گفت که دیر باز ندیدمت، سخنی نگفتمت، تو که رنجیدی ندانم که شوی همراز جانم، همون چشمکای تو، همون خنده های تو. گفت بعد همون چشمه بود بعد گوش کردیم، همین سرود بود وقتی که ما مشق کردیم. براستش آگم بعد استادی ما اکی سید خود همه چیز بسیار اهمیت میدادن و گفتن نه اینجاش نمیشد، خیلی اینجاش رو بکنی تو، با اینجاش نخوندیم. نخوندیم و سرود رو سرایدم و مقبول دل مردم شد. من اونجاش همون رو نخوند بود همون وقتا اینا پیش محرم هم برای من آوردن، گفتن که همین خیلی هست. بعد همون چشمکای تو، همون خنده های تو، تو که با من همون چشمکای تو اکن کیم چه خیلی ها. من همیشه مالی فیشر کی بود؟ این سرود رو محرم آوردن کدام سرایدگی ما حتی نمیدرسیم که کی سرایده است. مثلا با مرد بگه چشمکای تو خیلی جالب است، مثلا مرد نویسته بوشد. ما هم در گپی اکی سر خود برازی شدیم گفتیم که رخص میگید انم جشم میخونیم، بعد روبایتش هم روبایتش هم خودم انتخاب کردم. دیر باز ندیدم از سخنی نگفتم، تو که رنجی دای ندانم یارم آه جانم، تشوی هم رازی جانم. همون لبکای تو، همون چشمکای تو، همون نازکای تو، همون قهرکای تو، دلم را برده ندانم جان که شوی درمانی جانم. از اجداتی فرزانه خورشید شون دیدین رو همون لبکای تو بعد این در محرکا هم می سرویدم. بعد چند وقت فرزانه که این سرویدم خیلی باید هم به طرز خود عجبات خوشرو زیبا با ما معقول شد. البته خیلی همین سرود رو می سروید انسان که هنرمند که همون سرود رو با مردم سرویم. ما هم همین سرود رو مثال سرویده، مثلا من سرودی که از من شما بکتم شیرین شیرین اینقدر بهترین استادا شنیده معقول کردیم خوندیم. بعدی ما هم اگر گرم بهتر کنم خانم خورسن زید نیستیم، زید نیستیم، برای که این هیچ کس رو برای حقوق مالی بسود نمیبرم. نه چی نمیبرم، برای اینکه سند از آن خلق است. هر یک هنرمند طرز خواندنی خودش دارد، هر یک هنرمند مخلص خودش دارد، هر یک هنرمند به طرز خودش میسراید. شاید ممکن مخلصای من با همین خیلی مختلف دوست داشته باشن، با برای با فرزانه اجرا کردنش ممکن با بسیارتر همین سرود دوست دارن، یا که با بعدی ما جوان ها خیلی ما که سرودای خود به همین جوان ها می آموزیم خیلی خوانن. این هم گویا که از یکی استاد به شاگرد این خودش هم خیلی است. بعد بالای این سرودها یعنی که عمرش با دراستش می شد، از نسل به نسل می رود. اگر سرود رو با بهتر اجرا مثال می کنن این رو بیچ خیلی دوست می دارن مردم. ما این خیلی چیز من وقت زید نیستم، فقط همین می خواهم که مثال من که مثلا اگر او آهنگ خودی همون هنرمند باشد می یک دن اگر پرسن اگر با هنرمند هم نینمی گودیش وقت. بله. دویمش این که جوان ها که بگذار ایجاد کنن بسیارتر با این سرود ها رو گرن زنده کنن. ما هم طرفدار.
سخنی نگفتم من سی چی رنجی دی ندانم جان کی شوی درمانی جانم. ما یک عکس شما رو دیدیم با هنرمند خیلی تو با امروز دوست داشتنی منیجر دولت. بخوریش ما چگونه اتفاق افتاد؟ منیجر دولت با یک وقتا در انسمبل ما به کار آمدن چند وقت کار کرد منیجر و وقتی که در انسمبل کار میکردیم خیلی گوه میشتیم صحبت میکردیم این عکس ها همو گرفتیم همو وقتا حتی من وقتی به خانه می آمدم بچه ها می گفتن که اوچه همین منیجر قدیش مکر میکنه آخه محبوبیت داشت هر یک هنرمند یک دور دارد بله. یک محبوبیت داشت بین مردم خیلی بله. زیاد است که همه آرزو میکنه که نزدیک بیند با او هم صحبت شود بله. و همون وقتا چند وقت منیجر با اونو با همراهی و ما در یک انسمبل کار کردیم در انسمبل دریا همچون کارگری همون انسمبل بودن البته آوازخوان چند وقت کار کردن بعد و چی سبب شد که بخوای بابا یا رفتم مدت سال بود یا اینکه کمتر سال قریب کار کردم سال یاد دارید مثلا در لحظه که در انسمبل کار میکردن کدام ترنا را ایجاد کردن همون وقتا یاد دارم که با فرهاد آدینه در انسمبل میشتن آهنگ ها ایجاد کردی فرهاد آدینه را زمزمه میکردن بعد چند وقت بعد این سبت ها پیدا شدن نام سرود رو دارید ندارید؟ بسیار سرود های بهترین باید عجب یه لحجه خوش رو وقتی سرود میخوان من نگاه میکنم که یک نالشک ها یک آوازی خاصی به خود داشت بله. من هر یک هنرمند رو قدر میکنم وقتی که همه باید خواه جوان باشه خانه برای اینکه هر کی سبک خود دارد سبک خود رو داشته باشد و در جاده هنر البته خبر آینده با مشق میکنن به یک قله های بلند میرسن یکی منیجر در مدتی کوتاه تیز محبوبیت در بین مردم پیدا کرد و امروز ها هم سرود های او رو زمزمه میکنن سرود هایی که ایجاد کردن آهنگساز ها و او پیشنهاد کردن سرایی در صحنه مثلا هنرمند ها گوناگون هستند منیجر واقعا هم یک نقش سازگار دارد در جاده صنعت و موسیقی بسیار هم آزاد در صحنه بسیار آزاد ولی در دل مردم محبوبیت یافت یک لباس های به خود خاص یک طرز خواندن عجایب یک سبک خودش داشت مناسبتش چگونه بود باشون؟ های مناسبتش البته ما رو حرمت میکردم و ما هم مثلا گریم خیلی شاگردار یا که مثلا خواهر برین یک همکس برین دوست میداریم البته یعنی نه تنها هنرمندی خوب بلکه شخصیت خوب نیز هست بله بود و هست با ملیکه سعیدوه که مثلا امروز در صحنه هنر نیستند ما چند سال در انسان در یک جای کار یک جا کار کردید بله. چند سال فعالیت داشتید خیلی اونا بهتر آمدن به انسانبل دریا لیکن خیلی همراهی یک جای کار کردیم با محرم شریفه و ملیکه اتا سرود های سه کسه خوندگی هستیم و بای هم یک صنعتی نتکرار داشت یک چهره زیبا همین صنعت خودش زیبایی طلب میکند چهره زیبا لباسکای زیبا با برمیکر سرود های بهترین میخوان البته ما هر یک اینها رو قدر میکنیم اولو رفت و اومد مثلا رفت در اومد رابطه هستید؟ هستیم کم و بیش لیکن امیقه میدونم که اون کس حاضر به تجارت گفتن لیکن راستش رو بگم وقتی که همین آزگاه ها در بین دوستان هم نقل میکنم که همین معلم شدم گاه سرود خودم رو فراموش کردم همین باور کنید حاضر که امروز ها من به آموزش شاگردان و همین نسل نورس میباشم بسیار چه ها کم تر قفا مونده استادم برای اینکه باید که همین ایجادیات خودم یا ترامونده فقط فکری همین شاگردان میکرده استادم و بسیار دوستانم به من میگویند که ها این خیلی نکنم باید که سرودهای بهترین سبخه در معرکو و یا این بای مردم میخونم یا که در جشنواره ها در مثال برنامه تلویزیونی برامد میکنیم کمبودی من همین که باید ماز بسیارتر ثبت نمویم سرودهای کلاسیکی برای که هر یک آواز انامین سین سالوی ما با صفته و پخته میگرد برای سرودهای
کلان حجمی شش مکان. سفرهای خارجی شما در طول فعالیتتون فکر میکنم بود؟ خیلی زیاد بود، چون عکسای شما رو ببینیم در خارج کشور. با کدام کشورها سفر کرده بودید؟ با آذربایجان، با آلمان، اسپانیا، ایتالیا، قطر، عربستان سفر نموده بودیم با همراهی انسامبل دریا. من در امون برنامه های هنری که در امین کشورهای بیرون از تاجیکستان هم سرودی کلاسیکی میخوندم و هم سرودی زرفشانی. در اون برنامه همی خیلی یعنی اونها چونین سرود رو زیاد دوست میدارند، البته سرودهای خلقی، خلقی سرودهای فولکلوری برای اونها بیشتر پسند است. برای همین در همه همون جشن ها، حتی در ایتالیا یاد دارم که ما یک 10 نفر رفته بودیم هنرمند، فقط من بودم، خودم دایره نواخته، لباسی مسچایی در بر داشتم، خودم دایره نواختم، سرودهای مسچایی رو با 3 ضرب سرایدم در همون وقت. 3 سرود یعنی که همچون پاپوری کرده پیشکشی مخلصانی همونجا گرداندم که بسیار هم با آنها معقول گشت، اینقدر سیومکا کرده، اینقدر آنها اومده من رسم عکس ها میگرفتن و یا خیلیش اومده هم لباس و یقیم رو مالی غجی منو میخفیدن همین در تعجب بودن که هم در تعجب بودن که خیلی چیزهای ملی همه برای که چیزی دستی ده حساب بود. بله. با آنها بسیار هم مقبول شد و بسیار به سفرهای هنری در تمام کشورها بودیم قریب. گلی بادام داره میاره خوشنام داره برای هش منتظرم و دبر شام دارم برای هش منتظرم و دبر شام دارم گلی بادام داره میاره خوشنام دارم. به صفت یک آموزگار این هنری والا را با محبت خاص به شاگردان به نسل نو می آموزانند، یعنی مکتبی خاصی هنری خود را نیز دارند. دلیل این گفته ها خوب سبک آموزگاری و سایه‌دستی ایشان در مکتب های موسیقی، در کالج های صنعت و در دانشکده صنعتی به نام استاد میرزا تورسونزاده تاجیکستان است. درس های خاص نیست با شاگردان در علاهیدگی دایر میکنند، آنها را با آزمون های گوناگون پیشنهاد میکنند، از جمله من آزمونی تاجیکستان وطنی عزیزی من که چندین غالبانی که در دوره های گوناگون این آزمون شرکت ورزیدند از شاگردان لاله عزیز بودند. لاله عزیزه در دنیا همه چیزی که برای انسان پیداست دارند، همه چیزی که برای انسان شرفمند مهیاست آن را کسب کردند. برایشان سلامتی، سعادتمندی و روزگاری آسوده تمنا میکنم. همیشه محفل ها را محبوب دل ها و لاله بزم ها باشند. پیشه خلقی تاجیکستان آوازخونی محبوب لاله عزیزوه حالا پای آماده کردن شاگردان است و میخواهد باسم ترانه های جدید را روی کار آورد. تا این لحظه ها با صمیمیت و محبت خاص در روی هنر قدم گذاشته در چنین روان ادامه دادن آن را تصمیم دارد. ایجادی پیوسته ادامه فعالیت هنری برای این بانی هنرمند همیشگی است. تمنای شما چی است با کلی بینندگان ما که این لحظه ها تماشا دارند و آنها نیز میخواهند که رابطه داشته باشند و تمامی را از جانب شما بشنوند؟ برنامه های شما را مردم دوست میدارن و بگذار همیشه مردم فرهنگی باشن و با تلویزیون دوشنبه باشن. و اون چیزهایی که من مثلا ممکن من دیگر برنامه ها با اونا گفتم، اینا در اینجا گفتم، مردم انتظار میشن برای اینکه شما گویا که هم گذشته هنرمند و امروز هنرمند نشان میدهند. بله. و مردم میگن آه این خیلی بود این خیلی. البته من بسیاری ها میشنم که این برنامه را بسیار دوست میدارم و محبوبیتش در دل مردم خیلی زیاد است. وقتی که با هم کسمان خود میشینیم صحبت میکنیم این برنامه را بسیار هم تعریف میکنم و من هم بسیار تماشا میکردم. صحت سلامت باشن و بگذار در خانه شان تنجی آرامی و خرسندی و گرمی باشد و همیشه س
صدای موسیقی تنین انداز باشد. زنده باشد. این بود تمنای نیکی هنرپیشه خلقی تاجیکستان. هنرمنده که واقعا هم یک نقش معینه دارد در صنعت هنری تاجیک. لالا عزیزه. با شما خیر خوشم میکنم زیر برنامه دیگری تلویزیون دوشنبه دوما دوران ما رو در همه گوشه و کناره عالم امکان تماشا کردن است.